و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com. درود به همیهنان ارجمند در ایران و در سراسر جهان. امید که در هر کجا که هستید و هستیم، آرزو میکنم که مثل همیشه استوار و پایدار در برابر درد مشترک، میهن مشترک، ملت مشترک، فرهنگ مشترکی که تشکیل شده از زنده است از فرهنگ های در هم آمیخته سراسر ایران و در برابر دشمن مشترک ملاها هستند، استوار و پایدار در کنار هم باشیم و به یک چیز بیندیشیم: به ایران و مردم ایران، و قدرت این رو داشته باشیم که با اندیشه های فیکس شده خود، با اندیشه های تزریقی، با اندیشه های کهنه شده که هنوز هم در درون ما کار می کنند بجنگیم و اونها رو به کناری بگذاریم. اگر به کناری بگذاریم، جهان ما عوض خواهد شد و ما خواهیم توانست آزادانه بیندیشیم. و درود به یاران و همراهان برنامه های در شناخت تاریخ ایران که در قسمت چهارمش هستیم، یعنی چهارمین پروژه که بررسی جنبش ها و شورش ها در عصر پهلوی است، یعنی زمان رضا شاه و بعد محمد رضا شاه. 12 برنامه رو پشت سر گذاشتیم و این برنامه 13 است که میپردازم به یکی از شخصیت های خلاص شناخته شده و کسی که نمیشه مثلا شیخ خزعل یا شیخ محمد خیابانی وارد زندگی شد. محبوب خیلی هاست، محبوب عصر جوانی من هم بود، بدون اینکه کارکرد سیاسی و ملی و مردمی شو بدونم، یعنی در زمینه‌های مختلف مثبت و منفی. و اون ابوالقاسم لاهوتی است، شاعری که او هم کرد بود. ما از چند تا جنبش یاد کردیم: شورش، اسماعیل آقا سمیتقو و چند شورش دیگه باز هم مانده است که بپردازیم در دوره پهلوی دوم به قاضی محمد. ولی در این برنامه من چون مال همون دوره رضا شاه است، به ابوالقاسم لاهوتی، شاعر نامداری که ایرانی بود، در کرمانشاه زاده شد، کرد بود و معروفیت بسیاری داره، محبوبیت بسیاری داره نیروهای چپ، چه چپ مذهبی چه چپ کمونیست، اون رو در حقیقت معرفی کردند کتاباشو، نخست مخفیانه و الان هم که در آزادی کامل منتشر میشه و تبلیغ میشه. شاهد نوشتن مقالات زیادی در مورد اون هستیم که اکثرا مثبت، یعنی اون چهره مظلوم اون رو، چهره شاعرانه اون رو به تصویر گذاشتن. ولی ما در این از جنبش ها صحبت میکنیم که در این زمینه نظر خودم رو خواهم گفت که با بسیاری نظرات متفاوته و مخالف و ابایی نیست. ما اولا به این اندازه از دموکراسی رسیدیم که بتوانیم حرفای همدیگه رو تحمل بکنیم و بیاندیشیم. و قبل از شروع من درود خودم رو میفرستم به یاران میهن تیوی، زنده باشند و پایدار، و تا هستند و هستیم چهارراهی باشیم که همه حول درد مشترک، میهن مشترک، دشمن مشترک با عقایدی که رنگاش متفاوته عبور کنیم و همدیگر رو ببینیم و درود بگوییم و
نظرات همدیگه رو بشنویم و منصفانه و میهن پرستانه و مردم گرایانه به نقد بنشینیم و از دشنام و تحقیر همدیگه خودداری بکنیم. بگذاریم به قول معروف حرفی که ما زد ولی بون عمل نکرد صد گل بشکفد. بگذاریم در دوره ما صد گل بشکفد. دوستان گرامی، ابوالقاسم لاهوتی در حقیقت دو چهره داره. ما یک چهره شاعرانه که معمولا با این که از ایران رفت، یعنی در همون دوره که جنبش ها شروع شده بود، اونیز یک جنبشی به راه انداخت، از ایران رفت و زود شکست خورد، یعنی همزمان با محمد خان پسیان و شیخ محمد خیابانی بود که او هم شورید به عنوان یک سرگرد ارتش، در حقیقت یک کودتایی راه انداخت که در کرمانشاه شروع شد و به تبریز کشیده شد و در تبریز شکست خورد. ما اگر بخوایم درست قضیه رو بررسی بکنیم، باید من همیشه به شما تأکید میکنم که بدون اینکه بپذیرید از من، نخست اندیشه های فیکس شده ای رو که خود من هم اسیر اون بودم و من قبلا گفتم بدون تعارف، بدون توهین به مبانی ادارت گرایانه چیزی که مارکس و انگلس ارائه کردند و بدون توهین و تحقیر عقاید مردمی که باش من می جنگم، رفیقانه می جنگم، با قلم، با شعر، با مقاله، با صحبت کردن، همین بحثایی که با هم داریم، زیرا در حیطه بحث و فصل تعارف باید کنار گذاشت. ظهور خمینی به نظر من میتونید رد کنید. تقصیر اینطوری که میگن کامل کار مامردشا بود. من اینو بعدم بحث خواهم کرد که این سنگریه که ما پشتش قایم شدیم تا اون تراژدی 57 رو که دست جمعی به بار آوردیم پاسخ ندیم. و این که دولت‌های غربی هم بودند واقعی است، ولی مسئله اصلی اینه که در 57 ما در ادامه اشتباهاتی که کمونیسم روسی تحمیل شده، تزریق شده و اسلام ارتجایی که 1400 سال بود بر سر ما آوار شده بود، ما را از شناخت باز داشت. برای اینکه زمینه ها، ببینید، دست شاه نبود. میگن شاه نمیذاشت کتاب چاپ بشه. آری، روشنفکرها رو میگرفت. آری، تعدادی رو گرفت. ولی اون جامعه تحت تأثیر شاه نبود. اتفاقاً این کارهایی که میگن باعث شد بیشتر از بیش ما این دو نیرو رو بر سر خودمون آوار ببینیم که سرانجام هم در 57 به هم رسیدند و رژیم سلطنتی رو سرنگون کردند، ایران رو به قول معروف از استبداد به دموکراسی نرساندند، بلکه به جهنم تاریکی و ظلمات و دیکتاتوری رهنمون شدند. و الان هم میبینیم آیت الله ها شانه به شانه گردن کلفت‌ترین کشورهای کمونیستی ایستادند و حامی اونها این کشور هستند. ما اگر بخوایم لاهوتی رو ببینیم به عنوان یک شاعر یا شاعران دیگه که مثل لاهوتی از ایران نرفتند در زمان شاه، ولی در زمان خمینی رفتند به خارج، مثل هاش کسایی، مثل آقای ابتهاج که سالها در آلمان زندگی کرد، یا نویسندگانی مثل دکتر براهنی که تشریف برد به آمریکا، باید بریم سر قضیه. ببینید این احزاب، این گروه ها، این شاعران، این نویسندگان
رگ و ریشهشون در زمانی افشانده شد و خودشون باور کردند که مشخص شد ایران جامعه اقوام و اقلیت هاست. اقلیت رو با توهین به کار نمیبرم. اینکه یکی 5 میلیونه، یکی 10 میلیونه، یکی 20 میلیونه و بررسی های زیادی شده. میگن که مثلا فارس زبان ها که بیشترین گروه جمعیتی هستند و به عنوان پارسا یا فارسا شناخته میشن 45 تا 50% کل جمعیت رو تشکیل میدن. این یه بخشیه که یه مقداری چیه؟ میگن آقا اکثریت و در استانها و شهرهای مرکزی متمرکز شدند. آذری ها یا ترک ها 26% رو میگن تشکیل میدن. آذری های مستقر که در آذربایجان زندگی میکنند و خلاصه این گروه مقدارشون در شهرهای شمالی هن. قبایل کوچنشین ترکمن ها رو داریم، قشقایی ها، شاه سوان ها، افشار ها در شمال جنوب فارس. اینا هویتشون متمایز از بقیه هست. مجموعاً 26% رو تشکیل میدن. حالا ممکنه بالا بیشتر شده باشه، کمتر شده باشه، ولی یکی از این بررسی ها رو من دارم میگم. بعد ما گروه های زبانی کوچکتر داریم، مثل عرب ها، مثل بلوچ ها. و شماری دیگه از کسانی که به اصطلاح در این فضا به سر میبرند. تو این اوضاع شما اگر که بررسی بکنید این جامعه اقلیت ها رو به هم ریخته بود، یعنی در دوره احمدشاه و قبل از اون بخش اعظم تاریخ ایران کشاکشی بود بین این جوامع، قبیله علیه قبیله، فرقه علیه فرقه، منطقه علیه منطقه. و ادوارد راون مورخ ادبیات ایران توصیف میکنه که نژاد در مقابل نژاد، سلاطین به صراحت سنتی هیچ وقت نمیتونست از این درگیری ها جان سالم به در ببرند، زیرا گروه های بیشماری بود که به مشروعیت حاکمیت اعتقاد نداشتند و با پذیرش سنت های خودشون، تنوعات خودشون و رفتارهای غیر معمول اونا پیوند نمیخوردند. بعد در کلیت هم حاکمان والا قدر رو گردن کلفت به هیچ وجه قبول نمی کردن تا استقلال اونها رو، یعنی اونها رو به رسمیت نشناسن، اصلا استقلال منطقی رو تحمل نمی کردن. مالیات می گرفتن با جوامع مذهبی ایمان نهادهای خودگردان برخورد می کردن. ناهمگونی زبانی وجود داشت و این دولت رو ضعیف کرده بود و نمیذاشت ایران به طرف جلو حرکت بکنه. و روشنفکران حتی معاصر ما، اونایی که اصلا از اقوام دیگه هم هستن، خلاصه تنوع زبانی رو، خلاصه خودمختاری منطقه‌ای رو، چادرنشینی رو، اینها رو مزاحم میدونند، میدانستند از مشروطیت به بعد به خصوص، و معتقد بودند که یک امپراتوری گردن کلفتی که چند زبان توش باشه، چند قبیله توش باشه، چند نژاد توش باشه، نمیتونه خود رو به یک قدرت، یک ملت، یک میهن قدرتمند با قدرت مرکزی تبدیل بکنه. و برای رسیدن به این هدف رفتن دنبال تمرکزگرایی کشورداری و نیز فارسی سازی خیلی هاشون. و ما اگر که روزنامه های اون دوران رو بخونیم، حبل المتین مثلا، یا
یک روزنامه برجسته اصلاح طلب در اوایل قرن بیستم در یک سرمقاله خطاب به وزارت آموزش و پرورش میگوید یک جامعه تنها وقتی میتواند خود را مدرنیزه به روز کند که خود یک ملت را تشکیل میدهد. وقتی ملت را تشکیل میدهد که با سنت‌ها و اعتقادات و خصوصیات مشترک به هم پیوند خورده باشند. همانطور که برخی ها به اشتباه ادعا میکنند بیعت با یک سلطان کافی نیست، هنگامی که این پیوندها وجود نداشته باشد جامعه دچار تفرقه میشود، چنان که همه ما از تجربه تلخ خودمان میدانیم. تفرقه ها مانع مدرنیزه شدن می شود. رد پای خیلی از بدبختی های امروزی ما را می توان در تاخت و تاز مغول ها و تاتار ها ردیابی کرد که مردم ما در آذربایجان عزیز را در معرض زبان بیگانه قرار داد و آنها را مشخصا به فارس زبان ها و ترک زبان ها تقسیم کرد. ببینید این نظر روزنامه مترقی اون زمان حبل المتینه. بعد در طول انقلاب مشروطیت در سال 1284 تجدد طلبان به پادشاهان قاجار یک سیستم انتخاباتی رو تحمیل کردند که بیش از یک سوم کرسی های مجلس رو به فارسی زبان های پایتخت اختصاص بده، ورود به مجلس رو برای کسانی محدود میکرد که میتوانند فارسی بخوانند و بنویسند. پس از انقلاب اصلاح طلبان در اعتراف باید به دموکرات برای ایجاد بوروکراسی مدرن و یک سیستم آموزشی ایالتی پیش قدم شدن. میشه اینا رو نقد کرد، ولی اینا دردی بود که فهمیده بودن. بعد در سال 1290 که جنگ جهانی اول شروع شد و شورش ها در گیلان، خراسان، آذربایجان، در گفتیم دیگه در گیلان توسط کوچک خان، یک رهبر مذهبی، یک آخوند هدایت میشد، به اون پیوستند و خودمختاری. بعد انقلابیون آذری زبان از روز کمونیست ایران مستقر در باکو، پان اسلامیست هایی که در حال جهاد علیه انگلیسی ها بودند و آزادی خان که علیه امپریالیسم و همکارانشان برای آزادی ملی می جنگیدند، این افراد به هم پیوستند. در خراسان پسیان ما داریم و در شورش آذربایجان شیخ محمد خیابانی رو واعظ آتشین زبان که خلاصه میخواست نام آذربایجان رو تغییر بده صحبت کردیم در موردش. و نیز در همون دوران خیابانی در مهر 1299 کشته شد، هوادارانش پراکنده شدند و برخی از آنها 5 ماه بعد دور هم جمع آمدند و سرگور لاهوتی افسر ژاندارمری در تصرف تبریز کمک کردند، اما موفق زیاد نشدند و ارتش اونها رو خلیت کرد. این شورش ها دولت رو موقتا لرزوند، اما حزب دموکرات برای همیشه متراشی شد. این اوضاع ایران، ببینید من اینو دارم میگم که ما این مقدار وقتی میخواییم بررسی بکنیم نریم دنبال این که آقا جان مارکس حرف مترقی زده بود. آری زده است، مارکس آدم بزرگی بود، یا انگلیس، من از اون تا پایین تر نمیام دیگه، چون تجربه ای که الان داریم کافی است. یا مثلا بسیاری از این حرفایی که میزنن آقا در اقلیت های مذهب ایرانی فشار وجود داشت روشون، فقیرتر بودن، به رسمیت نمیشناختن، گاهی با فرنگشون در میافتادن، همه اینا رو ما میتونیم داشته باشیم، ولی درست روی جاده و روی روند تاریخی که در حال پیشرفت بود. و باید دید که در این روند تاریخ علی‌رغم اینکه ما از برخی چیزا خوشمون نمیاد چه چیزی درست است. ایران اون روزگار رو من دارم اشاره میکنم که این جنبش ها و شوره حدود 23-24 تا زمان احمدشاه تا زمانی که رضا شاه اومد سر کار شورش بود. به همین دلیل وقتی که به صورت در این کشاکش ها ما ملک و شعرا رو میبینیم که خلاصه در مقابل شیخ محمد میستد و میگه که این درست نیست که اینها بیان و خلاصه یه گوشه از مملکت رو بخوان به دست بگیرن و این یکسانیش رو به هم بزنند. و خیلی های دیگه در مشهد
ملک الشعرا علنا با تایخان پسیان و خیابانی و کوچکخان مخالفت کرد و شعر علیه کوچکخان سرود نهضت دزدان جنگل رو. احمد کسروی از بزرگان مملکت ما، نظریه پرداز ناسیونالیسم ایرانی، وقتی که از عملکرد خیابانی به ویژه حمایت از روزنامه نگاران طرفدار نوشتن به زبان ترکی انتقاد کرد، از به حزب خود اخراج و از آذربایجان موطن خود تبعید شد. این آدمی که خودش تبریزی است، آذری است. با شکست این شورش ها که من چند تاشو گفتم و بقیهش هم خواهم گفت، آینده یکی از مجله هایی که بین روشنفکران مشهور بود انتشار خود با یک سرمقاله به عنوان وحدت ملی هدف اول ماست شروع کرد. سردبیر محمود افشار بود. بعد یک مقاله تحت عنوان وحدت ملی ایران و مسئله ملیت خلاصه بررسی کرد و ایران رو در معرض تهدیدهای خطر زرد ترک‌ها و خطر سبز عرب‌ها قرار داد و گفت دولت باید پیوندها رو فرهنگی، اقتصادی، جغرافیایی رو در میان اقلیت‌های مختلف تقویت بکنه. در غیر این صورت ایران نیز مانند امپراتوری اتریش مجارستان ویران خواهد شد. این بزرگ مرد اینها رو پیشنهاد کرد: ترویج زبان فارسی، تاریخ ایران در همه نقاط کشور به ویژه در آذربایجان، کردستان، خوزستان، بلوچستان، راه اندازی راهن ملی، حذف نام مکانهای غیر فارسی، انتقال قبایل ترک و عرب از مناطق مرزی به مناطق مرکزی، معقول کردن دولت مرکزی. ببینید کسی که اینا رو همه رو شما حق دارید نقد بکنید، ولی روی بستر اون سالها، نه الان، 100 سال قبل، 104-5 سال قبل هست این بحث‌ها، و در اون دوران این شورش‌ها رو باید در حول این بحث‌ها ما ببینیم، خوب بودن و بد بودنشون رو، و نیز اینکه اکثر این طرح‌ها توسط رضا شاه بلافاصله بعد از ساقط کردن قاجاری و تحکیم قدرت به اجرا درآمد. نمونه‌اش: لباس سنتی یا حجاب رو ممنوع کرد، کمیته برای پاکسازی فارسی از کلمات عربی منصوب کرد، استانهای کردستان و عربستان را از بین برد، آذربایجان را به دو استان تقسیم کرد که یک بخش آن تلفیقی از جامعه بزرگی از کردها بود، ساخت راه آهن سراسری را آغاز کرد، همه تجارت های خارجی را از طریق پایتخت کانالیزه کرد، بوروکراسی قوی با قدرت مرکزی ایجاد کرد، همه انتشارات غیر زبان فارسی را بست. تاکید میکنم میشه نقد کرد، منتها بریم تو اون زمان، الان نقدش بکنیم، ولی مشکل ویران شدن ایران رو باید دید. از همه مهمتر مدرسه های زبان اقلیت رو نابود کرد. الان این کار ما نمی کنیم. در عوض یک سیستم آموزشی دولتی با زبان فارسی به عنوان تنها زبان رسمی یادگیری ایجاد کرد. در بین تجدد طلبان به شدت استقبال شد. در بین محافظه‌کاران محبوب نبود. برای روشنفکران ملی که اونها به نظر من بیشتر به ایران فکر میکردن، فارسی سازی بخش جدایی ناپذیری از نوسازی بود. من تو بخش هویت ملی گفتم که هویت کرد، هویت حقیقیش کرده، هویت حقوقیش ایرانی است. کرد زبانش رو باید حتما بشناسه، قدرتاش و زیباییاش رو، ولی ما نیاز به یه زبان سراسری داریم. این زبان زبان فارسیه. من به این دلیل نمیگم که عاشق زبان فارسیه. زبانی است که مولانای آذری تبار ما کتابش رو به فارسی مینویسه. خاقانی شروانی که ترک بود به فارسی مینویسه. صمد بیرنگی به فارسی مینویسه. ساعدی به فارسی مینویسه. زیرا این زبان ظرف 14 قرن، این رو دارم میگم که بدونید که وقتی میخواییم جناب فلان نویسنده و شاعر رو تحلیل بکنیم، روی جاده تحلیل بکنیم که به نفع ایران علارغم فشارها، علارغم سرکوبها. تاریخ رو من گفتم خونه خاله و عمه کسی نیست. جاده های تاریخ از خون و جسد و رنج پوشیده شده، ولی کسانی که درست میاندیشند کمک میکنند که
این جاده ها اندک اندک از جسد و خون پاک بشه، برسه به دموکراسی، قدرت بیفته دست مردم. ولی اگر با افکار فیکس شده ای که مقدس برامون ودان نکنیم و شرایط واقعی تاریخی رو نفهمیم، مجبوریم به هم فحش بدیم، بگیم آقا این سلطنت طلب شده، اون یکی نام خود مختاری طلبه، این یکی تجزیه طلبه، اینا باید به نخت کشید. ببینید رضا شاه اون کاری که اون زمان کرد درست بود، مخالفت برانگیخت، موافقت برانگیخت، بعد کلی اتفاق افتاد که حول این جاده اصلی باز شورش ها رو بررسی کرد. خب نظریه پردازانی مثل کسروی و افشار آگاهی ملی عمومی رو پیش شرط لازم برای تأسیس یک دولت مدرن و قوی می دونستند. اما برای رهبران گروه های مختلفی که به ایران نمی اندیشند، طرف بیشتر به جناب استالین می اندیشید اون موقع، یا به دنبال غار حرا بود و شتر محمد، می گفتند که اینها به منظره شرارته که خودآگاهی قومی رو تضعیف میکنه. باید اینها رو دید و من بحثش رو بعدا خواهم کرد. موقع رسیم به دوره پهلوی، وضعیت نقاط مختلف کشور رو، ولی الان میریم میپردازیم به موضوع اصلی که من این مقدمه رو به خاطر این گفتم، یعنی ابوالقاسم لاهوتی، شاعر محبوب و توانمندی که کارهای زیادی هم انجام داد، آثار زیادی از خودش به جا گذاشت و ما خودمون در دوره‌ای که با دوستان در دانشگاه بودیم از طرفداران شعرهای جناب لاهوتی بودیم. درباره اون بسیار چیز نوشتن، بیشتر مثبت و کمتر منفی، حتی کتاب های جعلی به اسمون نوشتن، یکی دوتا کتاب، یکی از کتاب اسمش دشمن دشمن من، ماشا کیراسیوگاب، یک محققی است که در حال حاضر در شعبه دانشگاه نیویورک، این موقعی که این کتاب منتشر شده نوشتن که در ابوظبی فعالیت دارد و پنج بخش در این کتابه که چشمانداز جدید بر کودتای 28 مرداد ایران، جنگ روانی و جبهه فرنگی، جنگ سرد، پیامدهای عملیات سیاه، زندگی نامه خودنوشت و میراث لاهوتی. و بعد این کتاب رو خوند که این فرد مطرح بوده، کسی است که ما به عنوان یک شاعر میهن پرست، من خودم میشناختمش، خیلی آناله کرده در تبعید خودش، شعرهاش حتی ما حفظ کرده بودیم، شعر معروف انترناسیونال برای هر نیروی چپ و حتی گرایش به چپ مذهبی محبوب بود. در زندان ما میخونیم برخیز ای داغ لعنت خورده دنیای فقر و بندگی، جوشیده خاطر ما را برده به جنگ مرگ و زندگی، باید از ریشه براندازیم، نمیدونم کهنه خلاص بنیان فلان، از نو جهانی سازیم که سرود رسمی تمام کمونیستای دنیاست. خب خیلی اینو محبوب کرد تو روزهای اعتصاب دانشجویی، مایی که حتی مسلمون بودیم در کنار بچه های به اصطلاح مارسیست که هر دومون تهی بودیم از شناخت درست. من الان میفهمم دوستانی که با هم در دانشگاه بودیم خوب همدیگر میشناختیم، سراسر احساس و باور ولی بدون شناخت. همین شاعر که خیلی به عنوان میهن پرست معرفیش میکنند، باید میهن پرستی رو توضیح داد. شعری داره میگه تنیده یاد تو در تار و پودم میهن ای میهن، بود لبریز از عشقت وجودم میهن ای میهن، تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی، فدای نام تو بود و نبودم میهن ای میهن.
فزونتر گرمی مهرت اثر می کرد، چون دیده به حال پر عذابت می گشودم. میهن ای میهن، اگر مستم اگر هوشیار، اگر خوابم اگر بیدار، به سوی تو بود روی سجودم. میهن ای میهن، به دشت دل گیاهی جز گل رویت نمی روید، من این زیبا زمین را آزمودم. میهن ای میهن، این شعر رو در مسکو سروده در سالهای 1930 35 در دوره سلطه جناب استالین، که باید برای شناختش که کی بود، روزگاری او هم محبوب بود. هرگز ما فکر نمی کردیم که نمیدونم صد و چند تا گولاگ درست کرده، هزاران نفر رو کشته، نویسنده کشت، شاعر کشت، و یک جلاد دیکتاتوری بود که تمام نیروهای چپ ایرانی و حتی چپ مذهبی ایرانی انتقاد نمی کردن، اگر انتقاد می کردن نرم بود و قبولش داشتن. همین شاعر توانمندی که میهن میهن رو سروده، که من سوالم اینه برای کدوم میهن در این سالها در مسکو سروده؟ آیا برای ایران سروده در حالی که در خدمت استالین بود؟ البته کمک های زیادی کرد به شاعران، خیلی را از مرگ نجات داد، خودش رو زیر ضرب برد، ولی در چارچوب کدام تشکیلات و دولت مقتدر جهانی؟ و بنده هم میتونستم اون تشکیلاتی که بودم خلاصه تضاد همون نبینم، هی میهن هی میهن بگم، ولی میهن هی میهنی که داره دوباره به سوی یک اسلام دیگه میخواد بره، و اسلام رنگ شده، اسلام مترقی، اسلام انقلابی که من قبولش ندارم. اسلام انقلابی مطلقا وجود نداره. بنابراین که ایران را قبول دارم و میخوام بسرایم، باید بروم خارج از این فضا. لاهوتی این کار نکرد، ولی لاهوتی شاعر توانمندی بود. این ترانه معروف کمر باریک من یا یار تاجیک من که هممون شنیدیم، ولی هیچ کی نمیدونه که این سراینده این ترانه و بسیاری ترانه های عاشقانه از ابوالقاسم لاهوتی، شاعر سراینده به اصطلاح سرود انترناسیونال هست. ریز این ترانه رو هم گفتن که این در قطاری با یک دختر زیبای آشنا میشه، که اون توضیح میده که در سرزمین ما، در مس شاه، در رشته کوه زرافشان تاجیکستان، وقتی که دو نفر عاشق هم دیگه میشن، خلاصه مثل دو تا تار زلف پریشان هستند، که در این باره خلاصه لاهوتی این شعر رو میسراید برای مردم سعودی تبار، که خب در امپراتوری ایران قرنها زندگی میکردن، سمرقند و بخارا، مردمی هستند بسیار زیبا چهره، زناشون بسیار زیبا رو، گل دختران مست شاه معروفند با لباس های زیباشون، و جناب لاهوتی میسراید یار مسیحایی هم بت تاجیک من، کمر باریک من، بیا نزدیک من، شام تاریک من، صبح و صفا کن جفا دیگر، بس از آخر وفا کن یار مست شاهی الی آخر. ولی بریم سر زندگی جناب ابوالقاسم لاهوتی در گام اول. من فکر کنم که شاید لازم باشه که یک برنامه دیگر هم به لاهوتی ما اختصاص بدیم، برای اینکه یه مقداری ساده نیست، نمیشه راحت محکوم کرد. باید خوبیاشو دید، ولی کارکرد سیاسی او رو شجاعانه دید. الان در حتی خارج کشور من رفتم دیدم ده ها مقاله در ستایش کامل و در نقد کسانی که گفتن که بالای چشم آقای لاهوتی ابروست. این فضا رو باز شکست. ببینید ابوالقاسم لاهوتی شاعری است، گفتم ایرانی، در حقیقت اسمش بود ابوالقاسم الهامی، متخلص به لاهوتی یا لاهوتی خان،
در 20 مهر 1264 شمسی در کرمانشاه متولد شد، یعنی و بعد در 1335 اسفند 1335 25 اسفند در مسکو خلاصه درگذشت، یعنی حدود 69 سال این آدم زندگی کرد. تیتراش شاعر هست، روزنامه نگار، سرگرد نظامی و فعال سیاسی انقلابی کرد اهل ایران، فعالیتش از انقلاب مشروطه شروع میکنه، در دهه 1920 میلادی به عضویت حزب کمونیست تر میاد و شورش میکنه و در دوران رضاشاه تحت تعقیب قرار میگیره، قیابان محکوم به اعدام میشه، فرار میکنه، میره شوروی. گفتم در حیطه حدود 20 شورش و خیزش به اصطلاح در عصر رضاشاه باید یکی از این مهره های این شورش ها، یکی از تکه های این موزایی که چند تکه رنگین، ابوالقاسم لاهوتی است که دو بعدیه، یعنی هم سیاسی است و نظامی و هم شاعر و ادیب. لاهوتی دوران کودکی و جوانیش رو در ایران سپری کرد و در زمان انقلاب مشروطه سالهای 1905 میلادی تا 1911 یکی از پیشوندان شورش ها و مبارزات کارگری علیه استبداد به اصطلاح قاجارها بود و در سال 1921 شورش را در تبریز به نام شورش لاهوتی خان به راه انداخت و سرانجام پس از کشاکش های بسیار، یه واقع خلاصه در آغازی اشاره بکنیم، در فوت کرد در مسکو و مدفن و گورستان نوودیچی در شهر مسکو است که با نام ابوالقاسم الهامی به سر شناخته شده. آثار زیادی داره، اپرای کاوه آهنگر، در کنار اپرای کاوه آهنگر قصیده کرملین، تاج و بیرق، خلاصه از مجموعه های منتشر شده اوست. سبک او سبک همون دوران بود، رئالیسم سوسیالیستی که تحت نظر حزب کمونیست کامل در کنترل بود. عناوینش لاهوتی خان، ماجور لاهوتی، وزیر فرهنگ تاجیکستان شوروی، نفر دوم کانون نویسندگان شوروی، مکتب مارکسیسم لنینیسم و یک دورم منشی جناب ماکسیم گورکی بود. دوبار ازدواج کرد، از اولین همسرش نصرت آقولی یا آقولا خبر زیادی در دست نیست، همسر دوم او سیسیلیا یا سلسله بانو بود که روسی بود، 4 فرزند داره از او به نام های گیو و دلیر و 2 دختر به نام های لیلی و عطیه. ببینیم اسامی هم ترکیبی است، 2 تاش از شاهنامه است و 2 تاش رنگ و بوی فرنگی و مذهبی داره. از والدین او، یعنی پدرش رو فقط نام بردن، میرزا احمد الهامی، و از مادرش زیاد صحبتی نشده. جوایز فراوانی گرفت، نشان لنین، برترین نشان شوروی، مدال افتخار، نشان پرچم سرخ کار جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان. آدمی بود دانشمند، اهل فهم، زبانهای کردی، عربی، فرانسوی، فارسی، روسی، ترکی و انگلیسی رو کاملا مسلط بود و مدتی هم در ترکیه به چاپ نشریات ترکی و فرانسوی پرداخت. همطور که اشاره کردم در سال 1264 خورشیدی در کرمانشاه به دنیا اومد و ترکیب شخصیتی لاهوتی رو باید نخست بررسی کرد. کسی که میاد تو دوره‌ای که ایران میخواد از اون تلاطم، حالا بگویم با خشونت‌های رضاشاهی که به نظر من
اون موقع چاره ناپذیر بود. با تو مرکز 20 تا شورش و خیزش ما قرار بگیریم و اون وقت خودمون رو بذاریم جای رضا شاه ببینیم چی کار میکردیم. یا باید تن بدیم به تکه باره شدن، یا اینکه همین اتفاقاتی که افتاد باید روی جاده بزرگ تاریخ دید. شخصیت لاهوتی، پدرش میرزا احمد الهامی شاعری مذهبی بود، کاملا مذهبی، از پیروان سلسله نعمت اللهی و مرید سید صالح ماهی دشت حیران علی شاه بود که از تویسرکان به کرمانشاه آمده بود. شغلش گیوه کشی بود و مادر لاهوتی زنی کرد از ایل قلخانی و پیرو دین یارسان بود. در دامن چنین پدر و مادری بزرگ شد. شخصیت کودکیش و خودشم تو دوره اول نوشتن که مذهبی بود، شعر می سرود، شعرهای مذهبی. و الهامی رو بعدها کنار گذاشت، اسم مستعار ابوالقاسم لاهوتی رو به عنوان اسم ادبیش برای خودش برگزید. اولین شعرهاش در روزنامه حبل المتین چاپ شد. کسی بود که یکی از کارهای خوبش توی شعر این بود که قالب‌های سنگین کهن رو به کنار گذاشت و شروع کرد به شعرهای ساده گفتن. مجموعه گسترده از قطعه، غزل، تصنیف به جا گذاشته، روزنامه بیستون رو در کرمانشاه منتشر کرد و در سال 1296 حزب فرقه کارگر رو در شهر کرمانشاه بنیانگذاری کرد. اینها به اصطلاح زندگی ادبیشه که مشغول بود تا اینکه اوایل بهمن 1300، یعنی درست دوره‌ای که ایران در گرداب دهها شورش جنبش میچرخید و رضا شاه برآمده بود به عنوان یه فردی که حالا میگن آقا انگلیسی ها بردن، اینا رو باید دید. ما یه مقداری از تئوری توطئه باید بیایم بیرون، چشممون رو باز کنیم ببینید بسیاری چیزایی که ما گفتن دروغه. همزمان آدم متناقض میشه که هم شیخ غزل رو حمایت میکنه که رضا شاه رو بندازه، هم رضا شاه رو علیه شیخ غزل. از این تناقضات زیاده. اوایل بهمن 1300 1500 ژاندارم به فرماندهی یک سرهنگ سوئدی، چون موقع سوئدی ها کمک میکردن، لوندبرگ، همراه با 1000 چریک محلی به سرکردگی امیر ارشد حاجی علیلو اومدند که جلوی کارهای اسماعیل سمیتقو رو بگیرن. رئیس ایل شکا که قبلا ازش صحبت کردیم که شخصیت واقعیش چی بود و نه قهرمان بود و نه آزادی خواه، یک در حقیقت کشتارگر بیرحمی بود که باید منصفانه دیده. من قبلا هم گفتم من کرد رو با ژن بررسی نمی کنم، با سابقه تاریخیشون، با اینکه اینا صاحبان ایران هم مثل همه مردم ایران، و اینکه اینجاست که من میگم باید درست دید. هر کی کشته شد از اسماعیل سمیتقو گرفته تا چریک هایی که مثل اون نبودن، مجاهدین، فدایی ها، باید دید که حاصل کارکرد تاریخی چیست. اگرچه فاصله سمیتقو تا بیژن جزنی یک دنیاست، قابل مقایسه یا محمد حنیف نشد. اینها راه افتادن برای سرکوب سمیتقو، رفتن سلماس. 5 بهمن 1300 نیروهای ژاندارمری شکست خوردن، عقب نشینی کردن. امیر ارشد حاجیلو در این جنگ کشته شد و ناکامی و شکست در جنگ خلاصه میگویند که افسران رو ناخرسند کرد و خشمگین که چرا رضاخان میخواد ژاندارمری و نیروهای قزاق رو در هم ادغام بکنه و یک پارچه بکنه ارتش رو، نیروهای مسلح رو. الان من میفهمم کار خوبی داشت میکرد، برای اینکه نمیشه که 5 ارتش توی مملکت باشه، هر زمامش مرکوم دست یکی دیگه. بنابراین اینجا افسران به نظر من کار غیر ملی انجام دادن که جناب لاهوتی هم تو همین حیطه بود. شماری از افسران ژاندارم به رهبری یاور یا سرگرد ابوالقاسم لاهوتی در شرفخانه به شکل شورش افتادند. این افسران یا در حقیقت کودتا کرده بودند علیه
دولت مرکزی با بازداشت سربرد محمود پولادین جانشین سرهنگ لوندبرگ و دستگیری ساید الملک الهامی حاکم شرفخانه روز 7 بهمن شورش خودشون رو شروع کردند. عصر همون روز یک گروه از سواران جانداران راهی صوفیان شد و در طول راه خطوط تلفن و تلگراف رو قطع کردن، راه آهن رو قطع کردن. مهدی قلی هدایت والی آستاندار آذربایجان که روز فردای شورش باخبر شده بود در تدارک دفاع از تبریز برآمد، ولی نیروی جاندار تحت رهبری و فرماندهی آقای لاهوتی، ابوالقاسم لاهوتی، خلاصه پیروز شد بر مدافعان شهر. والی رو توقیف کردند، کنترل نقاط شهر رو به دست گرفتند و خبر شورش رسید به تهران. رضا شاه یک اون موقع رضا خان بود، وزیر جنگ بود. به سرهنگ حبیب الله خان شیبانی فرمانده ژاندارمری اردبیل دستور داد به تبریز برود و شورشان را سرکوب کند. در زد و خورد بسیار کوچکی که بین نیروی اعزامی از اردبیل و شورشیان در حومه تبریز روی داد، سروان تورج میرزا رئیس ستاد جنگ کودشان کشته شد. روز 19 بهمن 1300 نیروهای ژاندارمری آمده از اردبیل بر تبریز مسلط شدند و جناب لاهوتی همراه با چند تن دیگر از همدستان روز 22 بهمن 1300 به شوروی گریختند. عجب روز همنام با 22 بهمن سال 57. اگر خلاصه لاهوتی زنده مانده بود احتمالا شاد میشد که بالاخره بساط پهلوی در روز 22 بهمن به دست آخوندها برچیده شد و آخوندها هم دیگه نرفتن مسکو، کل مملکت رو دارن تقدیم میکنن به چین و شوروی و خلاصه امپریالیزم سیلی خورده است و سوسیالیسم لنینی استالینی بر ایران حاکم با رهبری جناب پوتین، که اگرچه شباهت نداره ولی به هر حال مملکت از این ور به اون ور رفت، اینها به قول معروف حجشون رسیدند. به هر حال وقتی لاهوتی شکست خورد و گریخت، من بعد میخوام به زندگی ادبیش بپردازم که اون چیزی که بیشتر ما رو تخت بند کرده زندگی ادبیش. یک سال هم با همراهانش در باکو و نخجوان زندگی کردند. در سال 1923 رفتن به مسکو. همسر وی ستسیلیا که سلسبانو میخوندون رو متولد کیف اوکراین بود. با هم آشنا شدند و ازدواج کردند و 4 تا بچه خلاصه به روزگار تحویل دادن. ابوالقاسم لاهوتی مدتی رو در قفقاز و مسکو به سر برد. در سال 1925 به تاجیکستان سفر کرد و از پایه‌گذاران ادبیات نوین تاجیک در این جمهوری سابق شوروی تبدیل شد. سالهای زیادی در تاجیکستان موند. سال 1946 دیوان اشعارش رو چاپ کرد. همه اینا دوران جناب استالینه. بعد از مدتی از تاجیکستان رفت به مسکو و 10 سال بعد در مسکو درگذشت. اشاره کردم وزیر فرهنگ هنر تاجیکستان شاعری رو برای خود داشت. این شاعر میهن پرستی که اینقدر از ایران ناله میکرد. البته شانسش این بود که فرهنگ تاجیکی زبان فارسی رو بسیار با احترام باش برخورد میکنه، بیش از ایران کنونی. تئاتر برپا کرد، اپرا رو پایه‌گذاری کرد، معاون ماکسیم گورکی در هیئت رئیسه کانون نویسندگان شوروی شد. مردم تاجیکستان رو دوست داشت و مردم تاجیکستان او رو خیلی دوست داشتن و خانه او که در یکی از محله‌های خوب شهر هست با آثار خانه یا موزه لاهوتی تبدیل شده و بر روی آن نوشته یک نفس در زندگانی فارغ از کوشش نبودم. راست میگه، ولی منی که الان دارم تاریخ رو یه مقدار یه جور دیگه که خیلی ها رو براشفته میکنه میبینم، میگم آره کوشش، ولی این کوشش در چه جهتی بود؟
جایزه سالانه اتحادیه خبرنگاران تاجیکستان به نام لاهوتی برگزار شده و خودش درباره تاجیکستان میگه: چون شنیدم کشوری با نام تاجیکستان شوروی است که در آنجا آثار فردوسی و سعدی را مردم همچون در ایران میخوانند و پاس میدارند و من از پرته یا پارتی یا همان حزب کمونیست سربازان روسی خواهش کردم مرا آنجا بفرستند، و ایشون رفت به تاجیکستان. 35 سال از عمرش تا پایان در خارج از ایران زندگی کرد، هرگز به ایران باز نگشت و وصیت کرده بود که اگر در ایران انقلاب سوسیالیستی پیروز نشود جسدش رو از مسکو ببرند تاجیکستان، ولی این کار رو نکردند. درباره اشعارش من گفتم که 4 مجموعه کاوه آهنگر قصه کرملین تاج و بیرق مجموعه اشعار داره و کلی شعرهای پراکنده موزه داره و سرود ملی تاجیکستان هم مال اونه که چو دست روس مدد نمود برادری خلق سویت استوار شد، ستاره حیات ما شراره شد، گذشته های پر افتخار ما به جلوه آمدند و در دیار ما مستقل دولت تاجیکان برقرار شد. به رسم ما و ز نسل ما کسی نمیدهد امان به خصم بی حیا، ز خاندان سوتی نمی شود جدا، یعنی کمونیستی. یگانگی را به خود سپر کنیم، به دشمنان همیشه ما ظفر کنیم. زنده باد ملک ما، نسل ما، اتحاد ما. این سرود جناب لاهوتی است برای تاجیکستان و کلی چیزهای دیگه هم هست دیگه. یعنی شاعری است که علارغم رنجهاش بخشی کتابخانه تاجیکستان فارسیش رو به نام کتابخانه لاهوتی نامگذاری کردند، 2-3 تا مجسمه بزرگ ازش ساختند و خلاصه بسیار بسیار مورد احترام است. چنین شخصیتی داشت که ما تا الان میتونیم یه مقدار ترکیب دوره کودکیشو یک آدم مذهبی، بعد رفتن به سوی کمونیسم، شوریدن علیه دولت وقت، فرار و رفتن به شوروی که من اشاره کردم از زمان لنین قصد بلعیدن ایران رو داشت. لاهوتی هم احتمالا نمیفهمید، این بنده ای که 50 سال بعد از لاهوتی هیچ وقت فکر نمی کردم که لنین مثلا میخواست جنبش های ایران رو آلت دست بکنه برای بلعیدن ایران. لاهوتی تو همین فضایی که هیچگاه شک نکرد به سوسیالیسم استالینی و لنینی، فکر داره خدمت میکنه. لغات زیادی رو وارد زمان شعر کرد، زمان شعر فارسی خودش، مثل فاشیسم، کلخوز، کامسومول، فابریت، کلکتیو، آیروپلان، تو شعرهایمون به وفور به چشم میخوره و همینطوری که اشاره کردم وزنهای عروضی رو عوض کرد و شعرهای او به همت دوستدارانش به اکثر زبانهای دنیا ترجمه شده. شعر انترناسیونالش که تو بسیاری از کشورهای فارسی زبان به خصوص ایران ورد زبان بود: برخیز ای داغ لعنت خورده دنیای فقر و بندگی، جوشیده خاطر ما را برده به جنگ مرگ و زندگی، باید از ریشه برانداز این کهنه جهان جور و بند، آنگه نوین جهانی سازیم هیچ بودگان هر چیز گردن، روز قطعی جدال است، آخرین رزم ما انترناسیونال است، نجات انسان ها و بندهای بعدیش، نه شهر نه قهرمان نه نمیدونم فلان. ولی بعد از 50-60 سال میتونیم این دوباره این رو زمزمه بکنیم که به کجا رسیدیم. کمی بیشتر ببینید، من قبل از اینکه وارد اون نقطه اصلی این بحثمون بشم، برای اینکه یک شخصیت جالب و جنجال برانگیزی است، نمیشه ساده ازش گذشت. باز شخصیت اولیه رو شناخت ما بتونیم وقتی که میخواییم برسیم به نقاطی که این چرا در خدمت استالین بود و
چرا این جنایاتی رو که این کرد، زیرا تا پایان این کارکرد استالین او زنده بود. به اصطلاح چرا شک نکرد؟ و ما نمی رویم روی این که به اصطلاح این اشتباه کرده، فقط ستایش می کنیم. این واقعی نیست. این باید رفت و شخصیت واقعی مذهبی او رو در دوره جوانی، ضربه هایی که خورد به اصطلاح زور و ضرب دوره قاجار که او رو کشوند و از سال 1918 تا 1925، این نشون میده که به خاطر رنج دیگران این رو باید انصاف داد که میکنه از مذهب، زیرا میبینه که آلت دست دولت مقتدر و عصای دست قلدراست. شیفته میان خودشه، من به این تردید ندارم. عشق رو میستاید، عدالت و مساوات رو قبول داره، با سلطنت، سرمایداری، ارتجاع و اخلاقهای خرافی بده، مالکان فئودال ها رو دوست نداره و اینطوری شعر شک میگیره. ولی آخر شما نگاه بکنید که به جایی میرسد که یک سر به تبلیغ برنامه های استالین از جمله سرکوب مخالفان حزبی و بست خودکامگی دبیر اول حزب میپردازد. بر کشته ما و تشخیم صد نسبت بد میداد، تو زنده شنیدستی بر مرد زند بهتان. این شخصیت باید همه جانبه بررسی بشه. جانبینی اولیه، جانبینی بعدیش، تا ما بتونیم بفهمیم که میهن پرستی واقعا همین میهنه میهنه یا که در عرصه عمل این راه رو نرفت. یعنی میهن خودش رو، میهنی رو که باید بفهمه، آلت دست بود جنبشاش، جنبش میرزا کوچک‌خان، جنبش شیخ محمد خیابانی، تعارف که نداریم که، جنبش پسیان بدون این که پسیان واقعا مثل میرزا اینا نیرو گرفته باشه، اسلحه گرفته باشه، ولی قدرت برتر بود و این شاعر در اونجا زیست، زندگی کرد و تا پایان عمرش وفادار موند. من میان پرستی رو اینطوری نمیبینم که با کاغذ و دفتر آدم بتونه میان پرست باشه. من سالها قبل، برای اینکه موقعی که هنوز در درون اون تشکیلاتی بودم که باورش داشتم، یک شعر بلندی من سرودم به اسم قصیده شهرها که بلنده، فقط یک چند خطیش اشاره میکنم که در آغاز گفتم که آقا از ستاره دور آمدم چون گرده گیاهی بر بازمان باد. یعنی حتی میهن و اینها رو نخست نمیبینم، میگم که من حاصل یک انفجار بیگ بنگم، حاصل زاده شدن ستاره هستم، از آن سوی کهکشان آمدم، از معمایی فرو پیچیده در معما، شاید از شعله شهاب یا قطره باران یا سنگ پاره ای چرخان در تاریکی ها. چندین صفحه این چنین: من شاعرم ایان کسان که سخت دوستتان می دارم، چون گلی یا قطره باران یا ابری یا شهری در نیمه شب. بعد میگم شما رو دوست دارم. بعد میگم می ستایم جهان رو، کل جهان رو با معماهای پیچیدش، خدای ناشناسش در انگور و باد. دارم محتوای شعر براتون میگم، میگم سرود مشترک من اینه: آتش و آب و آواز پرندگان و برای زمین که میچرخد در نور و تاریکی، زمین رو میستایم، حبابی از آب و عشق و خاک، یعنی کاملا انترناسیونالیست. میستایم زمین رو و دوست دارم بران سفید ها، سیاه ها، زرد ها، سرخ ها را با خوناشان یکسان، همه اقوام، همه ملیت ها رو به من یک شاعر. و بدین گونه
آخرش میگم که از حصارها میگذرم و بدین گونه و بر این راه پیش از آن که از شمال یا جنوب یا شرق و غرب مرکز این میهن آواز بخوانم ایرانیم. شهر من است، روستای من است ایران، مزرعه من است، خانه من، درختی که بر آن خانه دارم چون کبوتری یا کوهی، بر آن میزیم چون پلنگی یا خرگوشی، جوباری است که در آن روانم چون قطره آبی. یعنی میرسم از تمام این کهکشان ها و ستاره ها به یک سرزمینی که به اون وابستم. بعد مزرعه من از خانه من از ایران، درختی که بران خانه دارم چون کبوتری یا کوهی که بران میزیم چون پلنگی یا خرگوشی، جوباری است که دارن روانم چون قطره آب. و بدین سان پارسم، ترکم، کردم، ترکمانم، عربم، گیلکم، بلوچم، تهرانی و یزدی و سپاهانی و خراسانیم، و یا از آن روستا که نام سگی یا مردی یا زنی گمنام را بر خود دارد. و بدین گونه هیچ چیز را فراموش نکردم، نه شهرها را، نه روستاها را، نه حتی مزارع متروک یا کلبه ویران یا تک درختی پیر و قناتی خوش را، نه باد را بر پوست چهرم، نه قبار را بر پلکایم، نه آواز شنها را و نه هیچ چیز دیگر را. میخواهم برای تمامی آنها بسرایم در لحظات قیر و زهر و از تمامی آنها سخن بگویم با مردمانش و کوها و رودهایش، به هنگامی اسارت و باران خون تا هنگامی که بهار فرو ببارد. میخواهم از دریا سخن بگویم در قطره واحد و از پولا در زنجیره متوالی. میخواهم نام تو را بخوانم، میخواهم برای تو بسرایم تهران، با خیمه های دودت، با خیابان های عصبیت هنگام که سرنوشت میهن به شورش در تو نطفه میبندد. میخواهم از تو بگویم اصفهان با کوچه هایت از کتیبه و کاشی و تاریخ و دیوارهایت از سنت و انحنای زیبای حروف در لهجت که در انحنای نخستین کوچه جوانی به روزی قلب مرا از شغل لبریز کرد. شیراز تو را فراموش نکردم، شیراز با بازارچه ها و شربت های خنک، با عصرهای معطر و سرودهای حافظ بر درختانت و بر آواز مردان و نگاه زنانت. واجه اندوه و شادی منی در شعر من تبریز، تبریز پولاد و صخره و سهند، با شلیک های ستار خانت در کوچه های دودالود امیرخیز، با پرچم سرخ و واژگان پر عاطفه و صلابت زبانت، از شبنم و شمشیر و شیر و شفق. زبان آذری رو من اینطوری میشنوم ولی نمیدونم که آنها را نمیفهمم، اما احساس میکنم. با طعم کاک و شیر داغ در سحرگاهان هنگام که خورشید گنبدهای زرین را به تازیانه زرد فرو میکوبد، سنگهایت را میشناسم و آبهایت را مشهد. در مساجدت خدا را گم کردم و در کوههایت باز یافتم، در بینالودت، در چشم سبزت، در گل مکانت، در زندانت تازیان خرد و سیمان را با چشم ساییدم و دوستت دارم. با چکامهای فردوسیت در زربان تبل و تیغ و آذرخش و ترانه های خیامت در زیر آسمان از فیروزه و همینطور ادامه دادم. گیلان رو، یز رو، بعد حتی قم رو، قم حتی تو را از یاد نمیبرم. شهر نفرین شده از نفسهای نجس، با آسمانت از دعا و آه مردگان و نمک، با طعمت از سوهان و کفن، زمینت از گیچ و کتیبه و قبر، و دریاچت الماس و اندوه و انزوای سپید اجساد. فراموشتان نمی کنم هیچ کدومو. تهران، عراق، خراسان، تمام شهرهای ایران توی شعر 20 صفحه من نام بردم و آخرش میگم که از شما دارم عبور میکنم و دوباره از ستاره دور آمدم و باز میگردم با تکی سنگ البرز
و قطره آب خزر تا ستاره دور، شاید تا شهابی خاموش، ولی هرگز به مسکو باز نمیگردم، به پکن باز نمیگردم، به کوبا باز نمیگردم، برای اینکه دیدیم چه بر سرم آوردن. ببینید، لاهوتی هزار بار از من شناخته شده دارتره و کاراشو بیشتر خوندن. به همین دلیل باید تک تک شاعران رو برن که یک بعد به اصطلاح تقدس آمیز دارن، مثل چریک. چریک چون گوله خورده کشته شده، کسی همی در شبه دیگه بررسی نمی کنه کارشو، یا جزنی گرامی رو یا حنیف نژادو، که چرا با یک ایدولوژی قرون وسطایی میاد سازمان سیاسی را میندازه که تو کتاب آسمانیش میگه آقا سر به برید و دست پا قطع کنید، تو نمیدونم زن اصلی رو ببرید مال خودتون، یا چرا اینها الان که ما شناختیم که پیشگامان مبارزه مسلحانه بودن استالین رو درست معرفی نکردن، کارکردهای لنین رو در بلعیدن ایران چرا نفهمیدند؟ ببینید، چون کشته شدند تبدیل شدن به قدیس. شاعران نیز بین مردم اینطوری هستند، کسی کارهای بدشون رو نمیبینه. شعر گفته طرف، تبعید بوده، رنج کشیده، ولی داستان این نیست. یه موقع است که ما باباتار اوریان رو داریم، چه خوش بی مهربونی هر دو سر بی، که یک سر مهربونی درد سر بی. بابا طاهر رو ما شعراش رو میخونیم و شجریان با صدای زیباش بیاست لذت میبرد، ولی لاهوتی شاعری است که در پیوند با سیاست، با سرنوشت ایران، مثل همه، مثل شهریار، مثل احمد شاملو، مثل دکتر غلام حسین سایدی، مثل آقای براهنی، مثل آقای حاسی جوادی، نویسندگان ما و بقیه که اکثرشون متاسفانه فوت کردن، اینا کارکردهای سیاسی دارن، کارکردهای سیاسی شعری اینا رو ما تأثیر میذاره و ما نمیتونیم داوری درست بکنیم. باید درست داوری کرد. یک بار باید این امامزاده ها رو تعطیل کرد و دوباره با احترام گذاشت بیارمند. ولی متاسفانه تو خارج کشور من شاهدم دیگه، از سنگ خارا آدم میتونه عبور بکنه، از پولاد میشه عبور کرد، ولی از باورها نمیتوان عبور کرد، برای اینکه طرف سپر دفاعیشه. موقعی لاهوتی رو به نقد میشینه، خودش رو به نقد باید بشینه. موقعی لنین رو باید نقد بکنه، خودش رو باید نقد بکنه. موقعی حنیف نژاد رو باید نقد بکنه، بخشی از خودش رو باید بریزه. اینه که کار مشکله. دشنام میدن، بد و بیرا میگن، تهمت میزنن، هیچ مهم نیست. من ده شایی برام ارزش نداره که آبرویی که به اصطلاح برخی فکر میکنم با حفظ کرد من حفظ کنم. من آبروی ملتم برام مهمه، میهنم مهمه، و اینکه دوباره یک جلاد دیگه، یه حقه باز دیگه، یه شارلاتان پدرسوخته دیگه سر کار نیاد. و اگر دفاع میکنم از رضا شاه کارش من تاریخی میبینم، یا اگر دفاع میکنم از آقای رضا پهلوی، شاهزاده گرامی، 50 سال تجربه افقی ندیدم. اگر شما دیدید به من خبر بدید، یک جنبش جمهوری خواهانه ای که واقعی باشه، نفرمایید که 20,000 عملیات شورشی کردیم در ایران و آخوندها سر جاشونن. 20,000 میدونید، من نمیدونم کاسترو یا هوشیمین یا ماوستون چند تا عملیات کردند، 200 تا 300 تا 400 تا رژیم ساقط شد. یکم با جدی باشیم آخه تو غذایا، چون زمان داره میگذره. لاهوتی هم تو این زمین است که من بدون دشمنی کارهای قشنگش رو من خوندم، لذت بردم. ولی این که این شاعر در یک جدال سیاسی که به عنوان میهن پرستی هم معروف کارش، رفت زیر سلطه یک دولتی که در تمام جنبش‌های ایران نقش داشت و میخواست این جنبش‌ها رو بکنه پلکان ورودش به ایران و تکه پاره کردن مملکت ما، این رو من در جلسه بعد بیشتر در موردش صحبت خواهم کرد. شما هم دوستان گرامی، نقداتون رو حتما برای من بنویسید. اگر آگاهی بیشتری دارید تو این زمینه، از خدمات لاهوتی برای من بنویسید، یا از کارهای منفی
تا من بتونم بیشتر بدانم و بیشتر این چراغ رو روشناییش رو بیشتر بکنم. زنده باشید و با خلاصه امید به درودی دیگر با شما عزیزان بدرود میگویم. پایدار باشید.